خب امروز 28 مرداد 62 سالگرد کودتای 28 مرداد سال 1332 است. برخی تحلیلگران معتقدند که این واقعه نه تنها در ایران که در تعیین سرنوشت خاورمیانه و حتی آنچه که اکنون در منطقه رخ می‌دهد نقش مهمی داشته. به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد در ساعت خبر امشب و البته با حضور مهمانان و همکارانم این موضوع را مفصل بررسی می‌کنیم. اما پیش از هر چیز یکی از سوال‌های اساسی این است که در این روز دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ همکارم آرش سیگارچی در استودیو با منه. آرش، در 2 سال گذشته بخشی از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا از فهرست اطلاعات محرمانه خارج شده، در دسترس عموم قرار گرفته. نتیجه بررسی این اسناد چه بوده و چه تحلیل‌های تازه‌ای ارائه شده؟ نگار سندهایی که از سال 2013 علنی شده مشخص‌تر از قبل از نقش سازمان سیا در کودتای 28 مرداد 32 خبر میده. منتها این بار اسناد جزئیات بیشتری از این رویداد مهم تاریخی به دست میدن. شاید بد نباشه چند عکس و نقشه از برنامه سیا در روز کودتا، یعنی 28 مرداد، ببینیم که به تازگی این سندها آزاد شده. این نقشه تهران قدیمه که چند مکان تاریخی تو این نقشه اهمیت دارن. اول منظر دکتر محمد مصدق هست که بالاتر از پاستوره و این سو میدون توپخونه، یکی از مراکز مهم اون وقت تهران، بهارستان که مجلس در اون قرار داشت و البته میدان ارگ. تو این نقشه منزل آیت الله کاشانی و همچنین منزل آیت الله بهبهانی از رهبران مذهبی و سیاسی وقت هم نشون داده شده. اما نقطه پر اهمیت در این نقشه مسیر حرکت و دخالت گندلات هاست. 4 گروه به طور منسجم در صبح 28 مرداد نقش داشتند که به این مراکز برن. توجه کنید که در مورد 6 صبح این روز صحبت می‌کنیم. دقیقاً 62 سال پیش مثل امروز چهارشنبه بود. از 25 مرداد که عملیات کودتا علنی شد و خیلی از طرفدارای دولت مصدق با فریاد یا مرگ یا مصدق به خیابون اومدن. اما حالا می‌بینیم در صبح 28 مرداد این گروه‌های گندلات هستند که در 2 مسیر اصلی حرکت رو از جنوب تهران شروع می‌کنند و به سمت بالا میرن. گروه طیب و طاهر حاج رضایی و حسین و نقی اسماعیل پور به سمت های کاشانی و بهمهانی میرن تا در نهایت میداندار میدون ارگ، توپخونه و بهارستان بشن. گروه محمود مسکر و بیوک صابر از امیریه به سمت منزل مصدق میرن. حالا این وسط بد نیست یه اشاره هم به این 4 گروه بکنیم ببینیم کیا هستن. طیب و طاهر حاج رضایی از گندلات های تهران بودند که به آیت الله کاشانی نزدیک بودند. اونا رو در روز کودتا هرچند اهداف کودتاگرا رو حمایت کردند و با اونا همراه بودند. هرچقدر شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ بعدها صاحب باشگاه و عاقبت به خیر شد، اما طیب حاج رضایی سرنوشت خوبی نداشت، به خاطر اینکه 10 سال بعد حکومت شاه طیب رو به خاطر ایجاد بی‌نظمی همزمان با وقایع 15 خرداد مربوط به آیت الله خمینی بازداشت کرد و طی دادگاهی به اعدام محکومش کرد. اما نفر دیگه، یکی دیگه از اون گندلات ها حسین اسماعیل پور و نقی برادرش هست که پدرشون رمزون یخیم معروف بود. خودشون هم از گندلات هایی بودن که هفت کچلون یه گروه دیگه در واقع از اونها حمایت میکرد. به همین دلیل حسین رو حسین رمزون یخی صدا میزدن. حالا غیر از این محمود مسکر که از دیگر گندلات ها بود بعدها نقش عجیبی بازی کرد. بعد از کودتای مرداد 32 آذر ماه انتخابات مجلس 18 شورای ملی برگزار شد. محمود مسکر مسئول حوزه دروازه قزوین بود. در اون روز گزارش هایی شده بود که محمود مسکر آرو رو قبل از ریختن به صندوق باز میکرد، پس از خوندن آرای مخالف اونها رو پاره میکرد و صاحب اون رأی رو به دست پلیس میسپرد. حالا اینا رو گفتم. آخرین نفرم بیوک صابره، مدیر روزنامه سیاسی و ضد مصدق بود. نقشش این بود پول هایی که از طریق سیاسی های ضد مصدق میرسید رو بین چاوکش ها تقسیم میکرد. یکی از تیترهای روزنامه بیوک صابر این بود مرگ بر دولت غارتگر و جنایتکار مصدق. که این تیتر رو زد خرداد 1330. حالا آزادی بیان اون دوره هم جالبه، البته قبل از کودتا. اینا رو گفتم برسیم به فاز دوم. حدود ساعت 10 صبح تا حدود ساعت 2-3 بعد از ظهر، بعد از استقرار گندلات ها و تحریک مردم خیابون، نیروهای مسلح وارد شدن. هدف این مامورا مشخص بود، حضور در محل های استراتژیک در میدان های ارگ و توپخونه. کیا بودن؟ مامورای پلیس، سربازای ارتش و البته مامورای مخفی.
اجازه بدید نگاهی کنیم به اینکه چرا این سه مکان نشون داده شده روی جدول، یعنی توپخونه و ارگ و در واقع بهارستان، اهمیت دارن. از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر این مامورا باید به سه نقطه غالب می‌شدن. اول هدف‌های در میدان ارگ، یعنی اداره تبلیغات دولت اینجا بود که حدود ساعت 12 ظهر تصرف شد. وزارت کشور و وزارت خارجه که هر دو تا ساعت 1:30 عصر اشغال شدن. اما اوج کار این گروه توی دو نقطه دیگه بود: میدان توپخونه، محل اصلی حضور حامیای دولت مصدق بود. مامورا ساعت 10 صبح دفتر حزب ایران رو ویران کردن، بعد به طرف دفتر روزنامه شورش حمله کردن که به کریمپور شیرازی تعلق داشت از حامیان مصدق، و نهایتا به دفتر روزنامه باختر امروز متعلق به حسین فاطمی وزیر امور خارجه وقت و حامی سرسخت مصدق. بعد از تصرف و آتش زدن در ساعت 10:30 صبح اونها به سمت دفتر دو حزب رفتن، حزب نیروی سوم و حزب پانیرالیست ایران. آخرین مقصد این گروه اما میدان توپخونه بود. چرا؟ ساعت 11 صبح 28 مرداد بعد از حضور در شهرداری اونها ابتدا تلگرافخونه رو در ساعت 1 تصرف کردن و بعد به سمت شهربانی. آخر سر هم ساعت 3 دژبانی در اختیار کودتاگرا قرار گرفت. کودتا بدون حمایت ارتشیای ضد مصدق امکان پذیر نبود. در همون زمانی که گندلات‌ها فعالیت داشتن و مأمورات تو خیابون بودن، ارتشی‌ها هم حرکت خودشون رو شروع کردن به مکان‌های استراتژیک. 24 تا تانک از پادگان سلطنت آباد و نیروهای پادگان قصر از شمال به سمت شهر اومدن. بخشیشون به همون مکان‌های استراتژیک یعنی بهارستان توپخونه رفتن، اما بخشیشون هم مأموریت‌های مهم‌تری داشتن. اونها در پادگان قصر میزبان زاهدی و نیروهاش بودن و حدود ساعت 2 عصر ایستگاه رادیو رو تصرف کردند. این مهم بود چون برای پایان کودتا و اعلام پیروزی اینا نیاز داشتن که این مکان‌ها رو در اختیار داشته باشن. و آخرین فاز اعلام پیروزی بود. ساعت 5 عصر که کودتاگرا از پیروزیشون مطمئن بودن، پیام سپهبد فضل‌الله زاهدی از ایستگاه رادیو پخش شد. ساعت 2، یعنی 3 ساعت قبلش، نظامیا و مامورا به خونه محمد مصدق حمله کردن و اونجا رو تخریب کرده بودن. نخست وزیر مصدق از منزل به کمک حامیانش فراری داده شده بود. حالا بعد از این بود که ساعت 5 عصر آقای زاهدی اعلام کرد که در غیاب مجلس و به حکم شاهنشاه نخست وزیر قانونی کشوره. در واقع بعد از این 4 فاز بود که عملا کودتا موفق شد. نگار؟ ما باش در ادامه برنامه باز هم به تو برمیگردیم، در مورد موارد دیگری با تو صحبت خواهیم کرد. و مجموعه این عواملی رو که آرش در گزارشش بهش اشاره کرد، به اعتقاد برخی پژوهشگران البته نقش زیادی در ایجاد نوعی روحیه غرب ستیزی در ایران داشته. اما یک سوال اساسی دیگر اینه که سهم غرب در این کودتا چقدر بوده و نقش مردم ایران هم به هر حال چی بوده که سوال برانگیز. همکارم مسعود سفیری در استودیو با من، آقای سفیری، روزنامه گاردین امروز اتفاقا به همین سوال پرداخته و این تیتر رو زده که ایرانی ها باید مسئولیت نقشی رو که در کودتا داشتن بپذیرن. بله، در واقع فضای 62مین سال یک مقدار فضای متفاوتی به دلیل اینکه تقارن پیدا کرده با بحث های توافق هسته‌ای که از منظر کارشناسا در واقع بعد از نهضت ملی شدن صنعت نفت، نه در اون ابعاد اما در ابعادی میتونه مقایسه کنه حل چالش های بین المللی ایران رو در تاریخ معاصر. بنابراین گاردین این رو در واقع به نحوی مورد بررسی قرار داده و از یک عکسی که میبینین شروع کرده که در واقع هنوز سالهاست در خاطره مردم ایران هست: زنده باد مصدق و یا جاوید شاه یا مرگ بر مصدق، که به سرعت عوض شده اینجاها. و با توجه به صحبت‌هایی هم که در مورد حمایت از دولت روحانی و بحث توافق هسته‌ای در ایران میشه، به نوعی گاردین داره اشاره میکنه که مردم نمیتونن با سکوت خودشون در واقع اون مسئولیت تاریخی خودشون رو در این منازعه که جمهوری اسلامی هم در 35 سال گذشته به هر بهانه خواسته این رو به نفع خودش مصادره کنه و ازش استفاده کنه در رابطه با آمریکا، در رابطه با رابطه دو کشور ایران و آمریکا انکار بکنن. گاردین نکته بسیار مهمش در واقع به نظرم در این مقاله مسئولیت تاریخی مردمه. یعنی وقتی که مردم اشاره میکنه، تاکید هم میکنه که از یک جریان رو سر کار میارن، یک دولت رو سر کار میارن، نمیتونن بدون حمایت اون رو رها کنن در میانه راه. این اون نکته ایه که در واقع تفاوت میذاره بین دموکراسی ها و جریان های دموکراسی ها. ممنون مسئول سفیری که در استودیو با من بود.
خب وقایع منتهی به کودتای 28 مرداد و اتفاقهای البته پس از اون به نوعی تراژیک و حتی احساسی در ادبیات معاصر ایران و تاریخ نگاری ها بازتاب داشته که شاید برخی از آنها الزاماً مبتنی بر وقایع تاریخی نباشند. آرش سیگارچی باز هم با من تا نگاهی بندازیم به برخی از این باورهای مرتبط با کودتای 28 مرداد. آرش؟ نگار بخش سخت شروع شد. 6 باور عمومی رو انتخاب کردیم که نگاهی بندازیم و ببینیم آیا واقعیت داره یا نه. باور اول، گفته میشه آمریکا به خاطر نفت ایران مصدق رو سرنگون کرد. این باور غلطه، چون در اون زمان بریتانیا خواستار نفت ایران بود و به خصوص که دولت مصدق با ملی کردن نفت عملا دست اونها رو بسته بود. منابع سازمان سیا نشان میدن که آمریکا در اون زمان تنها نگران یک چیز دیگر بود، گسترش کمونیسم بود، نه نگران نفت ایران. اما باور دوم، گفته میشه که برکناری مصدق به عنوان نخست وزیر قانونی کاملا غیرقانونی و خلاف دموکراسی بود. پروسه انتخابات نخست وزیر در اون زمان در ایران اینطور بود که به پیشنهاد مجلس یا نظر شاه نخست وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی میشد تا رأی اعتماد کسب کنه. مشکل از اونجا ایجاد شد که آقای مصدق ابتدای مرداد ماه سال 32 رفراندومی برگزار کرد برای انحلال مجلس. شاه ابتدا نپذیرفت که مجلس منحل بشه، اما مصدق وقتی کودتای اول رو در 25 مرداد خونسا کرد مجلس رو منحل کرد. وقتی 25 مرداد مجلس منحل شد، برخی اقدام شاه رو در عزل مصدق قانونی میدونن. چرا؟ چون میگن مجلسی که نبود که مصدق رو برکنار کنه. به همین دلیل شاه بر اساس اون قانون اختیار عزل و نصب نخست وزیر رو داشته. این گروه میگن به همین دلیل مصدق اشتباه کرد که مجلس رو منحل کرد، چون باعث شد شاه عملا امکان عزل اون رو بدون مجلس داشته باشه. باور سوم، میگن دولت آیزنهاور از روز اول به فکر برکناری مصدق بود. این هم یه باور غلطه. در این شکی نیست که هری ترومن دموکرات تا در آمریکا رئیس جمهور بود مخالف کودتا علیه مصدق بود، اما آیزنهاور هم وقتی رئیس جمهور شد از اول موافق کودتا نبود. اسناد تازه آزاد شده نشون میده در اوج اختلاف ایران و بریتانیا یک بار آیزنهاور تو جلسه شورای عالی امنیت ملی گفته بود اگه 500 میلیون دلار داشت ترجیح میداد 100 میلیون اون رو به ایران بده که تنش نفتی بین ایران و بریتانیا رو کاهش بده. در برخی اسناد حتی از موافقت وزیر امور خارجه وقت آمریکا برای کمک به ایران گفته شده، که البته دولت آمریکا بعد نظر خودش رو عوض کرد. اما در نهایت برادران دالاس وزیر خارجه و مدیر در واقع سازمان سیا آیزنهاور رو برای کودتا متقاعد کردند. او ابتدا مخالف بود اما بعد موافقت کرد. باور چهارم، میگن کودتای سازمان سیا موفق بود. اینطور نیست، اسناد اینو نشون نمیده. اتفاقا پروژه کودتای سیا شکست بدی در ابتدا خورد. اصل کودتا قرار بود روز 25 مرداد برگزار شه، اما ارتشیان همراه با کودتا نه تنها موفق به بازداشت مصدق نشدن بلکه خودشون بازداشت شدن. سیا نقشه دومی برای این وضعیت نداشت و یه سردرگمی رخ داد. کرمیت روزولت کسی که مأمور ویژه کودتا بود بعدها میگه این معجزه بود که 3 روز بعد همه چیز به نفع کودتا پیش رفت. البته او تأکید میکنه بدون نقش عمرای ارتش و البته اوباش شهر و مذهبیایی چون کاشانی پیروزی این کودتا امکان نداشت. باور پنجم، میگه که همه کار این کودتا زیر نظر سازمان سیا بود. درسته که اسناد جدید باز تایید میکنه که سازمان سیا در کودتا نقش داشته، اما درباره نقش سیا و قدرت اون در کودتای 28 مرداد یه جورایی اغراق‌گویی شده. اسناد افشا شده عکس این رو میگه. این نخستین تلاش سازمان سیا برای کودتا در کشور خارجی بود. اسناد سیا نشون میده که در اون زمان ناهماهنگی زیادی وجود داشت که میتونست حتی به شکست کودتا منتهی بشه. و آخرین باوری که میخوام بهش بپردازم اینه که میگن فقط غربیا و پادشاهی بریتانیا خواستار سقوط مصدق بودن. نه، اینطور نیست. مصدق در آغاز نخست وزیری فرد محبوبی بود، اما بعد از ملی شدن نفت و فشار تحریم‌های بریتانیا و یه سری اختلاف‌ها خیلی از متحدانش رو تنها گذاشتن، از جمله آیت الله کاشانی. خیلی از اوباشی که در 28 مرداد دست سقوط دولت مصدق نش داشتن از مریدان و پامنبریای آیت الله کاشانی بودن، یا برخی متحدان سابق مصدق مثل حسین مکی و یا مظفر بقایی. کودتا به پای سیا نوشته شد، چون مدارک نشون میده چون این قصدی بوده، اما این دیگر شرکت کنندگان در سرنگونی مصدق رو تبرئه نمی کنه. در اسناد تازه آزاد شده به صراحت اومده که برخی فرماندهان ارتش داوطلبانه با مقام های آمریکایی تماس گرفته بودن و ابراز تمایل کردن برای اینکه در کودتای علیه مصدق شرکت کنند.
نگار، این شش باور عمومی که البته گویا خیلیشون واقعیت نداره. بحث رو با مهمون‌ها پی می‌گیریم و باز هم به تو برمیگردیم و در اینجای برنامه برای بررسی آنچه که آن روز گذشت و تأثیرش بر مسائل ایران و حتی جهان با مهمان‌های برنامه محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از ایرواین کالیفرنیا، مجید تفرشی، تاریخ‌نگار و پژوهشگر مطالعات بین‌المللی از لندن و همینطور مسعود بهنور، روزنامه‌نگار و مورخ که از لندن با ماست. آقایون خیلی خوش آمدین به برنامه امروز. آقای امینی، من ابتدا از شما میخوام این سوال رو بپرسم. توضیحات آرش رو شنیدیم که در اون روز چه اتفاقی افتاد. در واقع کودتا حدود ساعت 8 صبح شروع میشه، یک بعد از ظهر تقریبا تموم میشه. سوالی که پیش میاد و آرش هم در گزارشش اشاره کرد به گندلات ها، به حضور ارتشی ها، ولی شاید یک سوال اساسی این باشه که هواداران دکتر مصدق در این 5 ساعت کجا بودن؟ اجازه بدید که اول به سه اشتباه بسیار بزرگ آقای سیگارچی بپردازم، برای اینکه ایشون مسائلی رو به عنوان فاکت مطرح کردن که نادرست است. نخست اینکه اشاره کردن که درگیری ایالات متحده آمریکا در کودتا نفت نبوده بلکه خطر از کمونیسم بوده. اسناد نشون میده که به هیچ وجه چنین نیست. آخرین گزارش ستاد سیا از تهران که 11 روز پیش از کودتا فرستاده شده و من در کتابم اون رو آوردم، پایگاه سیا در تهران به ستاد سیا در لنلی گزارش میدهد که حزب توده دارای هیچ توانی برای کودتا در ایران نیست و نیروی چندانی برای برانداختن مصدق یا گرفتن قدرت در ایران نداره. دوم اینکه اشاره میکنن که چون مصدق مجلس رو غیرقانونی کرده بود، فرمان محمد رضا شاه برای برکناری او قانونی بود. فرمان محمد رضا شاه تاریخ 22 مرداد بر اون خورده. دکتر محمد مصدق اعلام انحلال مجلس رو در روز بامداد 26 مرداد کرد. شاه علم غیب داشته که میدانسته که مصدق در 26 مجلس رو منحل خواهد کرد و در 22 فرمان برکناری او رو غیرقانونی صادر کرده بوده، در حالی که مجلس هنوز سر کار بوده. بنابراین حتی اگر هم بپذیریم مسئله انحلال مجلس رو، فرمان برکناری دکتر محمد مصدق یک فرمان غیرقانونی است. نکته سوم، ایشان مطلبی رو اشاره کردن که فکر میکنم از کتاب آقای میرفتروس برداشتن که آیزنهاور گفته اگر من 500 میلیون دلار داشتم 100 میلیون دلار به مصدق میدادم. اسناد غیر از این هست، یعنی به این معنا که از همون آغاز ریاست جمهوری آیزنهاور، حتی از آغاز انتخاب آقای آیزنهاور، پروژه براندازی مصدق به عنوان یک سند تصویب شد و این سند از سوی وزارت امور خارجه به CIA داده شد. 100 میلیون دلار بودجه هم در ژانویه سال 1953 تصویب شد. اسناد این رو من در کتابم آوردم. جمله‌ای که آیزنهاور میگوید در جلسه شورای امنیت ملی داخلی آمریکاست و این جمله چنین است. جمله این است که گفته بوده که اگر ما بتوانیم 100 میلیون دلار به دولت مصدق بدهیم، زمان خواهیم خرید برای آمادگی نیروی نظامی برای کارهای بزرگتر. یعنی صحبتی است که دالاس و آیزنهاور در زمینه خرج کردن برای خریدن وقت دادند، نه برای اینکه بخوام به دولت مصدق کمک کنم. اما به پرسش شما پاسخ بدهم، واقعیت این است که من البته آقای امینی این نکته رو بگم که اگر که فرصت داد فرصتی شد از همکارم آرش خواهم خواستش که این بحث رو با هم پی بگیریم، ولی بله، در مورد هواداران آقای مصدق که در اون ساعت‌های تعیین کننده کجا بودن اگر که ممکنه پاسخ بدین. ببینید، شما توجه داشته باشید که نخست اینکه دولت مصدق در اون ماه‌های پایانی عملاً از رمق افتاده بود و جامعه بعد از کشاکش‌های 30 تیر، سپس 9 اسفند و درگیری‌های روزانه در مجلس تقریباً بی‌رمق شده بود و بخشی از هواداران مصدق هم از او جدا شده بودند. اون گروهی که وفادار به مصدق باقی مانده بود در بامداد 28 مرداد به راستی غافلگیر شد و گروه‌هایی هم که می‌توانستند به یاری مصدق بیایند، مانند هواداران حزب توده، عملاً هیچ کاری نکردند. ولی حق با شماست. مردم، در واقع بخش بزرگی از مردمی که زمانی از مصدق پشتیبانی می‌کردند، مصدق رو تنها گذاشتند و حتی اسناد امروز نشان می‌دهد که رئیس ستاد ارتش ایشان، یعنی آقای ریاهی، تا حدودی نسبت به کودتا با مهر و ملاتفت رفتار کرده و آگاه بوده از مسائل. رئیس شهربانی که او انتخاب کرده بود، که خویشاوندش بود، دفتری با کودتا همکاری کرد و در شامگاه همون روز فرمان شهر، ریاست شهربانی کل کشور رو از زاهدی گرفت.
متاسفانه مصدق و شمار اندکی از یاران بسیار وفادار او تنها بودند و بسیاری از مردم به پشتیبانی از او بر نخواستند. آقای تفرشی، این سوال از شما میخواستم بپرسم که فکر میکنید شکست دکتر مصدق و نهضت مقاومت ملی چقدر به اون چند کیف دلاری که به ایران وارد شد و عده‌ای مثل شعبان بیمخ میتونه ربط داشته باشه؟ ببینید، بحث 28 مرداد و تاریخ نگاری درباره دکتر مصدق امروز خالی از حب و بغض های روز سیاسی نیست. یعنی بحث 62 سال گذشته که راجع به حکومت مصدق و دلایل سرنگونیش هست با تا حد زیادی دچار دگرگونی شده از جناهای مختلف، یعنی تاریخ نگاری و روایت چپ، روایت ملی، روایت مذهبی و روایت سلطنت طلب در طول 62 سال گذشته از این موضوع به عنوان ابزار استفاده کردن برای پیشبرد امیال و اهداف و اغراض سیاسیشون و این روایت هم یکسان نبوده. یعنی همه این چهار گروه با همه زیرشاخه‌ها و زیرمجموعه‌هاشون در 62 سال گذشته حرفاشون تغییر کرده و تا تغییر شکل پیدا کرده. مسئله سقوط دکتر مصدق همونطور که آقای امینی هم اشاره فرمودن بحث یک روز نبود، تقریبا اگر بخوام خیلی عقب نریم حداقل از 6 ماه قبل از 9 اسفند 1331 و حتی از 30 تیر 1331 که دولت دوم مصدق، یعنی دوران دوم دولت مصدق شروع میشه، ریزش ها شروع میشه به دلایل مختلفی. یعنی آقای دکتر مصدق از یک طرف احساس بی‌نیازی از گروهای مختلف با خودش میکنه، نیروهای مذهبی و نیروهای بیرون از جبهه ملی یا منتقدان جبهه ملی در داخل جبهه ملی، از اون طرف هم گروهای دیگه فکر میکردن که میتونن به راحتی مصدق سرنگون کنن و در این نزاع قدرت در واقع افتراقی که پیش میاد مرتبا به ریزش ختم میشه تا 9 اسفند و زمانی که شاه قرار بود از ایران بره و این پروژه موفق نمیشه و در 6 ماه آخر همزمان با تغییر ناگهانی سه دولت، رهبران سه دولت در اتحاد جماهیر شوروی، مرگ استالین و روی کار آمدن وینستون چرچیل و حزب محافظه‌کار مجدداً به قدرت و روی کار آمدن دوایت آیزنهاور و جمهور خان در آمریکا، روند سقوط دکتر مصدق رو تسریع می‌کنه و در این تسریع روند سقوط بنابراین مردم هم تا حد زیادی دلزده میشن از سیاست‌های داخلی و سیاست‌های بین‌المللی و مثل سابق در حمایت یک پارچه نبودن، چه نیروهای مذهبی به دلیل مهم ترس از روی کار آمدن حزب توده و کمونیست و به خصوص نزدیک شر شدن حزب توده به طور تدریجی در 6 ماه آخر به مصدق و سیاستاش از 9 اسفند 31 تا 28 مرداد 32 نیروهای مذهبی کنار کشته میشن، حزب زحمتکشان و گروهای سابقا متحد جبهه ملی کنار گذاشته میشن. بنابراین در 28 مرداد فقط این فواحش و اوباش نبودن که با سقوط دولت مصدق همراهی کردن، عده زیادی با عدم همراهیشون با مصدق در واقع به این کار کمک کردن، کمان که خود دکتر مصدق هم و دولتش که واقعا دچار استیصال و بن‌بست شده بود هم آنچنان برای دفاع از خودش مقاومت نکرد، برای اینکه به هر حال 28 مرداد از یک دولت در آستانه سقوط یک شهید جاودان و یک قهرمان دائمی ساخت. بله، ممنون. آقای بهنود، این سوال رو از شما بپرسم که در ارتباط با مناقشه‌ای که بین هواداران آیت الله کاشانی و دکتر مصدق هست که میگن آیت الله کاشانی به دکتر مصدق گفته بوده که یه همچین اتفاقی قرار بیفته و آقای مصدق هم به اون توجهی نکرده، فکر میکنید که به رغم اینکه دکتر مصدق از اون آگاهی داشته چرا هیچ اقدامی نکرده؟ ببینید، این خیلی بحث مفصلی است درباره اینکه چرا. اشاره میکنید به نامه‌ای که چند سال بعد از انقلاب ادعا شد آقای دکتر سالمی دروردند و ادعا شد که به نظر منم در جایی نوشتم که به نظر منم احتمال نوشته شدن این نامه خیلی زیاد هست که آیت الله کاشانی نوشته بود و به دکتر مصدق خبر داده بود، ایشون هم یه جوابی داده بود که ذره جواب از سر وا کردن است، من به پشتیبانی ملت مستظرم. بله، میتونه اتفاق افتاده باشه. در مثلا تو مرداد سال 32 پیشبینی چنین امری اصلا چیز عجیب و غریبی نبود، تقریبا همه میدونستند و بنابراین اینکه یکی از میان همه به ایشون خبر داده باشه در حالی که خودش از پیش شده بوده که از سردسته های مخالفت به دکتر مصدق، میتونه در ذهن دکتر مصدق هم بدبینانه تلقی بشه و بنابراین اون جواب سرد بده ایشون. ببینید، در این زمانی که صحبت میکنیم، یعنی در مرداد، همینطور که تو بحثا گفتگو هم اومد، چند تا حادثه با همدیگه اتفاق افتاده بود که در نتیجه فضا رو از فضای قبلی پایین آورده بود و یه نومیدی رو حاکم کرده بود که از گفتگوها و خاطراتی که همراهان دکتر مصدق هم نوشتند این برمیاد. اولا فشارهای تحریم زیاد شده بود،
و بعدم اینکه این خوشبینی که در بخشی از دولت وجود داشت که روی آزاداندیشی امریکایی‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودند، این بعد از روی کار آمدن دولت آیزنهاور عملاً جواب نداده بود به او. در این میان توهم حضور یک شوروی که میتونه یک پشتیبانی داشته باشه، اگرچه دکتر مصدق نمیخواست، ولی اون هم با مرگ استالین به هر حال از تو صحنه غایب شده بود. در میان همه اینها بعد از حادثه سی تیر تمام نشانه هایی که ما بعداً از صاحبان اصلی واقعه شنیدیم، من دست کم این بخش رو توش احیانا کار کردم، مصاحبه کردم با بیشتر کسایی که اونجا در ماجرا بودن در زمان خودشون در موقعی که بودن و چاپ شده بخش عمده ایش، بیشتر اونها معتقدن که بعد از حادثه سی تیر، یعنی تو این 11 ماهی که تا 28 مرداد رسید، کلن نیروی بریتانیا صرف این شد که به اون اتفاقی که باعث سی تیر شده بود پایان بده. به همین جهت شروع کرد با ضعیفترین قسمت‌ها وارد گفتگو شدن، یعنی ماجرا از حسین فاطمی شروع شد، بعد مظفر بقایی شد. اینا هر کدومشون جدا شدنشون یه اتفاقاتی بود که می‌افتاد. اینها سال‌های سال، حسین فاطمی سال‌ها به عنوان سال‌ها که از زمان ملی کردن نفت به عنوان سرباز فداکار وطن معرفی شده بود و این شده بود مظهر ملی کردن نفت. بنابراین جدا کردن او از ماجرا عواقبی داشت و همینطور اتفاقات دیگه در مورد بقایی و دیگران. در نتیجه این حادثه اتفاق، ولی مهمترین حادثه به نظرم در این وسط موفق شدن بریتانیا یا عوامل بریتانیا یا دربار بود به اینکه کاشانی رو جدا کردن. کاشانی، دکتر مصدق میدونست این رو خوب، کاشانی اون توده مردم رو با این حادثه نگه می‌داشت. طرفدار دکتر مصدق بیشتر به نظر می‌رسید که توده شهری و باسواد و دانشجو و کارمندای دولت حساب می‌داد. مقصدم این نیست که همش اینا بودن، ولی به هر حال این بخش بودند که سازنده اصلی بودند و در ابتدای کارم به شدت قوی بودند، به طوری که شاه و بقیه رو هم با خودشون همراه کردند. ولی بعداً موقعی که اونا موفق شدند که آیت‌الله کاشانی رو با یه ترفندهایی که حالا جاش اینجا نیستش ضبط شده هستش، با ترفندهای عجیب و غریبی از چندین جانب، این اتحاد بین کاشانی و دکتر مصدق رو پایان بهش دادن. این اتحاد بخشی از توده عوام رو جدا کرد و از جمله همین گندلات هایی که آقای سیگارچی بهش اشاره کرد در بخش اول، اینها همه کسایی بودند که با آیت الله کاشانی رفتن از ماجرا دور شدن. بنابراین فاصله یعنی فاصله سال گذشته، تابستان سال پیش تا تابستان سال 32، خب تکان دهنده بود، هم از جهت حوادث بین‌المللی که عرض کردم و هم از جهت حوادث داخلی. به نظرم مقدمه پروژه این بود، مقدمه پروژه تونست که این هسته متحدان همراه آقای دکتر مصدق و دولت رو از هم بپاشونه و وقتی اون پاشید از هم، دیگه به نظر میرسید که عملا نه مجلس با دکتر همراهی میکرد در حالی که انتخابات خودش برگزار کرده بود و نه اصولا دیگه انقدر سیستم رکاب میداد به ایشون بله. که نمیخواست به هیچ وجه متمایل به جنایت چپ هم بشه. بله، حالا در ادامه برنامه مجموعه این بحث در ارتباط با کودتا رو وقتی راجع به صحبت میکنیم، خب همواره آمریکا و انگلیس به عنوان متهمان اصلی هستن که نقش آفرینی کردن. اسنادی هم که منتشر شده در واقع این اتهام رو یک جوری قطعیش میکنه و این در حالی که خب مقام های آمریکا به ویژه در سالهای اخیر، حالا چه با صراحت چه تلویحی، به نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد اشاره کردن و حتی در مواردی هم عذرخواهی کردن. من مشخصا بعداً راجع به این نقش آمریکا و انگلیس از مهمان ها سوال خواهم کرد، اما پیش از اون مجددا برمیگردیم به همکارم آرش سیگارچی تا از این موضع‌گیری مقام های آمریکایی مشخص بیشتر بدونیم. نگار، شاید اولین و مشخص‌ترین موضع‌گیری رو خانم مادلین آرایت در سال 2000 گرفت. او گفت در سال 1953 آمریکا نقش موثری در ترتیب دادن براندازی نخست وزیر مردمی ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجهند، ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکاملی سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنها
ناراحتن. علاوه بر این در ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند. دولت شاه هرچند کارهای زیادی برای پیشرفت اقتصادی ایران انجام داد ولی مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب کرد. با اینکه این سخنان خانم آلبرایت بی سابقه بود و این گونه تحلیل شد اما در تهران چندان استقبال نشد. هنوز یکی از اصلی ترین ادعاهای مقامهای جمهوری اسلامی دخالت آمریکا در اون کودتاست. غیر از این باراک اوباما عالی ترین مقام آمریکا است که تاکنون درباره 28 مرداد 32 صحبت کرده. آقای اوباما خرداد سال 88 در سخنرانی مشهورش در قاهره مصر گفت که کودتای 28 مرداد 32 کار آمریکا بوده و افزود این موضوع منشأ تنش بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بوده. به راستی تاریخچه آشوبناکی بین ایران و آمریکا وجود دارد. در میانه جنگ سرد ایالات متحده آمریکا در براندازی دولت دموکراتیک انتخاب شده ایران نقش بازی کرد. در مقابل از زمان انقلاب اسلامی ایران در گروگانگیری و خشونت علیه سربازان و مردم عادی ایالات متحده نقش بازی کرده. ما به خوبی این تاریخچه را میشناسیم. به جای اینکه این تاریخچه در گذشته بماند، من برای رهبران ایران و مردم ایران این موضوع را روشن کردم که کشور من برای جلوتر رفتن آماده است. و سومین مقام مهم آمریکایی خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در اون زمان هست که در آبان سال 2011 به صدای آمریکا گفته بود که مانند خانم آلبرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا به خاطر نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد از این واقعه متاسف است. ممنون آرش سیگارچی که با ما بود. دوباره برمیگردیم بحث رو با مهمان‌های برنامه مجید تفرشی، مسعود بهنود از لندن و محمد امینی از کالیفرنیا ادامه میدین. من این سوال رو آقای تفرشی از شما میخوام بپرسم که همونطور که گفتم آمریکا و انگلیس متهمان نقش آفرینی در این کودتا بودن و همونطور که روزنامه بریتانیا هم امروز تیت زده این بوده که خب نقش مردم ایران چی بوده، اونها باید مسئولیت خودشون رو در نقش داشتن در این کودتا فراموش نکنن. نظر شما چه؟ نقش و مسئولیت خود ملت ایران در این کودتا چه بود؟ ببینید در مورد نقش لندن و واشنگتن در سرنگونی حکومت دکتر مصدق بحث زیادی شده و منابع و اطلاعات زیادی در اختیار ما هست. البته باید توجه داشت که اسناد امنیتی امریکایی تا حد بسیار محدودی آزاد شده و اسناد امنیتی بریتانیایی مطلقاً در این مورد سکوت کرده و هنوز آزاد نشده و خود شخص من تلاش زیادی کردم توی 10 سال گذشته بر اساس قانون دسترسی آزادانه به اسناد به این اسناد دسترسی پیدا کنم ولی تاکنون موفق نبودم، علی رغم که در موضوعات دیگه موفق بودم. بحث دخالت خارجی و موقعیت داخلی در 28 مرداد بحث خیلی مهمیه که باید اینا رو با هم در کنار هم دید. از بعد از تیر همطور که جناب بهنود فرمودند تلاش برای تفرقه انداختن بین جناهای مختلف در حکومت حامی حکومت مصدق خیلی جدی شکل گرفت و مهمترین وجهش در واقع مسئله حضور حزب توده و حضور نزدیکتر شدن تدریجی حزب توده به دکتر مصدق بود که روحانیت شیعه رو چه در قم و چه در تهران تا حد زیادی نگران میکرد از آینده ایران بعد از مصدق یا بعد از کنار رفتن مصدق که انتخاب رو بین شاه و اتحاد جماهیر شوروی در واقع ملزم میکرد. اینکه در سالهای گذشته در برخی از مقالات به خصوص مقاله بسیار تاثیرگذار آقای گازروفسکی که 25 سال پیش نوشتن ادعا میشه که پولهای زیادی صرف شده بر اساس منابعی که هیچ وقت فاش نشده و هیچ وقت افشا نشده و هیچ وقت به طور مشخص معلوم نیست که این منابع وجود داره یا نداره، بر اساس صرفا ادعای یک فرد و نقل قول شفاهی نمیتونه ملاک باشه برای اینکه همه کسانی که با مصدق مخالفت کردن یا مزدور بودن یا جاسوس بودن یا خائن بودن. مخالفت با مصدق شامل مزدوران و جاسوسان و خائنین هم بود ولی افراد زیادی با دیدگاه‌های مختلف از نظر خودشون بر اساس منافع ملی که اونها تصور میکردن با مصدق مخالفت کردن به طور تدریجی و لزوما همه اونها رو نمیشه در یک صف قرار داد. در داخل کشور روحانیت تهران و روحانیت قم تا حد زیادی نگران آینده ایران و در خطر افتادن تشیع و آیین تشیع در تنها کشور شیعه دنیا بودن و به حال طرف پادشاه رو گرفتن در نزاع بین مصدق و دربار و در بین جناح دیگه در روحانیون و کنار روحانیون یعنی بازاریان سنتی و مردم
طبقات فرودست مذهبی و طبقات متوسط اون موقع البته به این صورت نبود، ولی طبقات سنتی مذهبی به شدت دلزده شدن در 6 ماه آخر حکومت مصدق و حمایتشون رو کم کردن. البته گروه های مثل آقای کریم آبادی و دیگران همچنان از طرف بازاریا بودن و آقای مانیان و امثال اینا با مصدق، ولی اکثریت روحانیون و اکثریت بازاریان حمایتشون از مصدق قطع کردن. بنابراین در ماه‌های آخر حکومت مصدق، همطور که دوستان فرمودن، حکومت مصدق تا حد زیادی بی‌پناه و تنها بود و در واقع اطرافیان خود دکتر مصدق هم که با اون مونده بودن هم انگیزه و در واقع توان جدی و عمیقی برای ادامه کار نداشتن و تحریم‌های خارجی و نزاع‌های حقوقی بین‌المللی و ناکارآمدی‌های مدیریت داخلی باعث شده بود که در واقع دولت توانی برای دفاع از خودش نداشت. در واقع من فکر می‌کنم این یه مقدار شاید توهین باشه که بگیم که یک دولت مقتدر ملی با حمایت قاطبه اکثریت ملت ایران با حرکت یک مش اوباش و فواحش و اراذل و با پول اندکی از طرف آمریکا و انگلیس سرنگون شد. این ماجرا ریشه عمیق‌تری داره و درازمدت‌تر باید نگاه کرد و باید توجه داشت که یک حکومت به این سرعت و سهولت سرنگون نمیشه. اگر سرنگون میشه باید در اقتدار و استحکامش تردید. به نظر من 28 مرداد یک بخشی حمایت خارجی و دخالت خارجی بود، ولی در نقش عوامل داخلی و سنتی و مذهبی و به خصوص کسانی که به اصطلاح معترض بودند به نحوه تقسیم قدرت و تسهیم منویات سیاسی است دکتر مصدق و دلزدگان و سرخوردگان سیاسی هم نباید اونها نادیده گرفت و فقط به عنوان خائن موضوع به همه نگاه کرد. ممنون آقای طفشی. آقای امینی، این سوال از شما میخوام بپرسم که در طول سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 28 مرداد در داخل کشور یک قیام ملی بود، در خارج از کشور یک کودتای ننگین بود. از یه جاهایی در سال 58 این وضعیت ظاهرا عوض میشه، یعنی عده آرام آرام شروع میکنند به این که عکس آیت الله کاشانی رو بالا میبرن و ابتدا تلویحا و بعدا البته صراحتا اومدن و گفتن که مصدق خطا کرده و اساسا اصل اون کار ملی شدن صنعت نفت رو در واقع به آیت الله کاشانی نسبت دادن. نظر شما در این رابطه چیه؟ یه نکته اول خدمتتون بگم به جناب بهنود، به اشتباه گفتن حسین فاطمی، فکر کنم منظورشون حسین مکی بوده. بله بله، خواستم این نمونه توی این گزارش که حسین فاطمی بوده. ببینید، دو تا رویداد بسیار مهم از منظر پژوهشگران تقریبا افتاده از نگاه اونها. در دیماه و بهمن 1331 دولت مصدق نخست با مقاومت در برابر غیرقانونی کردن مشروبات الکلی و سپس با آوردن قانون انتخابات شهرداری ها که به زنان حق رأی داده بود، مسئله جدا شدن روحانیون حتی محافظه‌کاری مانند آیت الله بروجردی رو با خودش قطعی کرد. یعنی تمام اون گروه‌هایی که می‌خواستن میان مصدق و روحانیون شکاف بنیادی بر به وجود بیاورند موفق شدن که همراه با این موضوع و افسانه نفوذ حزب توده در کابینه مصدق این شکاف رو افزایش بدند. از اینجا به بعد به ویژه با کاری که روزانه آقای باتمان قلیچ میرفت در منظر صبح ساعت 7 بامداد میرفت منزل آقای کاشانی بعد از سی تی با برنامه قبلی و سلام رسمی میداد و میگفتش که حضرت آیت الله اگه امری دارن بفرمایند، به تدریج باد کردن، تشویق کردن و کاشانی رو هم ازش استفاده کردن و جدا کردن. راستی این است که در پایان کار در اون 3 ماه آخر نیروهای زیادی جدا شده بودند. دربار که آشکارا در برابر مصدق بود، کاشانی و فدایان اسلام به ویژه کرباسچیان در روزنامه نبرد ملت آشکارا برای برانداختن مصدق مطلب می نوشتند. روحانیون دیگر هم تقریبا مخالف مصدق شده بودند. حزب توده هم اگرچه اون سیاست های قدیم رو اجرا نمی کرد، تقریبا می توان گفت که دل مشغولی چندانی، علاقه چندانی به ماندن دولت مصدق نداشت. واقعیت این است که بعد از انقلاب، یعنی هم بعد از 28 مرداد و هم بعد از انقلاب، تاریخ نویسی تازه آغاز شد. بعد از 28 مرداد ملی شدن صنعت نفت رو محمد رضا شاه به خودش نسبت داد و قیام ملی اعلام کردن و مصدق عملا به زندان، سپس به خانه خودش در خانه خودش حبس بود. بعد از انقلاب همه کار رو به حساب فدایان اسلام و کاشانی نوشتند. جناهای تندروتر این رو به حساب فدایان اسلام نوشتند و جناهای معتدلتر کاشانی رو برجسته کردند. خود آقای خمینی هم رسما گفت که اسلام بنا بود به مصدق سیلی بزند و بالاخره سیلی زد. البته این سیلی رو با کمک
دو دولت خارجی این سیلی رو زدن. این است که امروز میتوان گفت که در این درازای 62 سال که از 28 مرداد میگذرد، در خانواده مذهبی ایران، نیروهای چیره مذهبی ایران و نیروهای بیشتر نیروهای هوادار پادشاهی همچنان یک برداشت نادرست و دشمنانه با نقش مصدق، نه تنها در مورد 28 مرداد، اصلا با جایگاه مصدق در تاریخ ایران همچنان وجود داره. و آقای بهنود، نظر شما رو میخوام مشخصا در این رابطه بدونم که فکر میکنین چه عواملی باعث این وارونه نمایی تاریخ شده و اساسا فکر میکنین چه کسانی پشت اون بودن؟ ببینید، یک بار اولا متشکرم از آقای امینی، این اشتباهی که من کردم متذکر شدن، درست فرمایشو در مورد حسین مکی و حسین فاطمی عرض میکنم. ببینید، اینکه یه حادثه‌ای در یک کشوری اتفاق بیفته، مردم مسئولیت دارن یا مردم چه میکنن، اینکه طبیعیه و بنابراین اینکه ابلغ و منع تسریعه، اینکه اصلا گفتن نداره. بله، یه دسته کم آوردن یا دسته حوصله‌شون سر رفت، یه دسته نظرشون یه چیز دیگه‌ای بود. درباره این کسی قرار نیست صحبت بکنه که مردم یه کشوری در مورد سرنوشت خودشون چیکار میکنن، اشتباه میکنن یا درست. اونجایی که مسئله عجیب میشه دخالت خارجی است، اونم آمریکای از دور. حتی بریتانیا که در ایران صاحب امتیاز نفت بود و یه طرف ماجرا بود، تا اندازه زیاد قابل فهم بود. یعنی اینکه ماجرا از ابتدا دعوایی بود بین شرکت نفت، البته بعدا دولت بریتانیا با دولت دکتر مصدق، و دکتر مصدق از موقعی که رفت ملی کرد و قانون به تصویب رسوند وارد این دعوا شده بود، براش هم پیش بینی داشت، براش هم برنامه داشت، برنامه های متعدد داد، خیلی هم باهوش این کار رو عمل میکرد، قانون بلد بود، بلد بود چجوری دنیا رو به خودش جلب بکنه. اینا اون جایی که مسئله به وجود اومد، این که امریکا حالا به دلیل انتخابات جمهوری خواه رو کار اومدن و عوامل دیگه، و بعدم حضور یک گروه خیلی قوی نفتی در داخل کابینه آیزنهاور، اونها وارد داستان شدن و از اون طرف دستشون دراز کردن. یکی دوم این که اصولاً اون کسی که کودتا رو اینقدر غلیظ رنگ آمریکایی بهش زد، خود امریکایی‌ها بودن. خود امریکایی‌ها، من این تعبیر آقای اردشیر زاهدی رو کاملا میپسندم، آمریکایی‌ها اومدن به پوز دادن. آمریکایی‌ها اصولاً این ساده دلی رو دارن تو مسائل دیگه. حتی در مورد انقلاب ایران هم اگر دقت کرده باشیم، در ماهای آخر دولت کارتر دوچار این ساده دلی شده بود که فکر میکرد دل مردم ایران رو خرید، فکر میکردش که با یک نوعی همراهی کردن با انقلاب ایران دیگه مردم به دست آورد. حتی ماجرای 28 مرداد و دست داشتنش در 28 مرداد هم به این ترتیب میتونه فراموشی سپرده بشه. توجه داشته باشید که دکتر مصدق انقدر آدم بزرگی در تاریخ شده است که نه این نوع تمبچ ها دیگه بهش لطمه میزنه نه چیزی. و به عنوان یه نمونه خدمتتون عرض کنم که وقتی که انقلاب شد، اول توده مردم و بعد هم یواش یواش رسید به شخص پادشاه، قانع شدند که فقط تنها کسی که در اون شرایط میتونه ایران نجات بده همون کسایی هستند که پیروی مصدق بودند. یعنی چی؟ یعنی اینکه تا آخر کار، حالا اول کار که به هر حال همه دولت‌های خارجی و همه متوجه گروه‌های ملی شده بودند و نه هیچ گروه دیگه‌ای، و بعد که پادشاه خودش هم رفت شاهپور بختیار رو انتخاب کرد و تحمل کرد که بختیار اومد و نشست و گفت کودتای 28 مرداد و عکس دکتر مصدق گوش پشت سرش، دیگه تقریبا میش گفت انتخابش معلوم بود. بعد انقلاب هم که شد، باز انتخاب انقلابیون هم بازرگان بود که مهمترین شخصیتش این بودش که هوادار دکتر مصدق بود. بنابراین انگار که در لحظات تاریخی هم عادت کرده بودن که برگردن به حادثه‌ای که ظاهرا 25 سال پیش به نظر میسه تموم شد. به نظر من مهمترین کسی که در این امری که آرش بهش گفتش که خطای باورها، حالا من به نظرم با اون خطای ذره، همونطور که آقای امینی هم فرمودن، یه ذره مشکل دارم، بگیم باورها. بله بله. اون باورها در مورد نقش و حضور امریکا به نظر من بیشتر از همه خود امریکایی‌ها ساختنش. بله، ممنون. البته خب این بحث جای زیادی داره که ادامه بدیم. خیلی ممنون از مهمانان برنامه، مجید تفرشی، تاریخ نگار و پژوهشگر مطالعات بین الملل، و همینطور مسعود بهنود، روزنامه نگار مورخ که از لندن با ما بودن، و از ایرواین کالیفرنیا محمد امینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. خیلی ممنون آقایان که با ما بودید و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودین. برنامه های صدای آمریکا همچنان ادامه داره. شب بخیر.